با سلام آغاز میکنیم جلسه اول از پودمان اول رو. این پودمان مربوط میشه به کار با نرم افزار صفحه گسترده. تو ابتدا اومده در مورد نرم افزار صفحه گسترده توضیح در مورد شما داده، گفته که رضا تریک هنرستان به عنوان دفتردار مشغول به کار است. او برای اینکه فهرست مشخصات هنرجویان هنرستان را داشته باشد، در یک دفتر اقدام به یادداشت مشخصات هنرجویان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل صدور، رشته تحصیلی و معدل کرد. همچنین در یک دفتر جداگانه اطلاعات مربوط به کارنامه هنرجو که شامل کد درس، نام درس، تعداد واحد، نمره مستمر، نمره نهایی و معدل را ثبت کرد. پس از مدتی رضا دریافت که با خط کشی و جدول بندی صفحات دو تا دفتر ساختار بهتری برای محاسبه معدل هنرجویان ایجاد خواهد شد. به این ترتیب اون تو هر صفحه از این دفترها جدولی شامل 7 ستون برای ثبت مشخصات هنرجو رسم کرد. رضا تو پایان نیم سال تحصیلی برای محاسبه معادله هر هنرجو به صورت دستی و به کمک ماشین حساب نمرات مربوط به هر درس رو در تعداد واحد اون درس ضرب و حاصل جمع اونا رو محاسبه کرد. و در انتهای هر صفحه زیر جدول یک سطر دیگه برای ثبت معدل هم اضافه کرد. همچنین برای مشخص کردن وضعیت قبولی یا مردودی هر درس ستون رو به این بخش اختصاص داد و نمرات هر درس رو برای بررسی و نتیجه را در اون ستون وارد کرد که انجام این کارها برای هر هنرجو خوب زمان بر بود. برای محاسبه طولانی رضا به این نتیجه رسید که از نرم افزار مناسبی استفاده کنه تا بتونه به شکل مناسبی جدول خودش رو ایجاد بکنه. نرم افزار مورد نظر رضا باید ساختار جدولی مناسبی داشته باشه و به سهولت امکان انجام محاسبات پایه مثل محاسبات مجموع، میانگین، حاصل ضرب، محدود کردن عناوین وارد شده و حتی در صورت نیاز امکان ایجاد نمودار برای درک بهتر وضعیت تحصیل هنرجو و چاپ نتایج رو هم داشته باشه. رضا پس از تحقیق زیاد به این نتیجه رسید که نرم افزارهای صفحه گسترده اسپریدشیت بهترین گزینه برای این کار هستن. یه میتونن تو این کار بهش کمک بکنن. خب گفته یک نرم افزار صفحه گسترده یک برنامه رایانه تعاملی برای فروشگاه، مؤسسات و ادارات است که امکان ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات رو در یک قالب جدولی فراهم میاره. گفته نرم افزارهای صفحه گسترده در واقع نتیجه توسعه و شبیه‌سازی کاربرگ‌های یا ورکشیت کاغذی حسابداری در دنیای رایانه هست. امروز نرم افزار اکسل از مجموع نرم افزارهای اداری مایکروسافت آفیس که پرکاربردترین نرم افزار صفحه گسترده جهانه هستش. گفته تو نرم افزار اکسل بسیاری از محاسبات پیچیده از طریق توابع از پیش تعریف شده قابل انجام. این برنامه علاوه بر فرمول ها و توابع قابلیت های دیگه برای سازماندهی داده های صفحه گسترده و مدیریت اونها ارائه میکنه. همچنین امکانات نظیر جستجوی اطلاعات، مرتب سازی، فیلتر کردن داده ها برای سهولت کار با داده های با حجم بالا کمک میکنه. علاوه بر اینا رسم نمودار بر مبنای داده های وارد شده. از جمله امکاناتیه که برنامه اکسل برای ارائه بهتر گزارش ها عرضه میکنه. تو این کتاب ما از نسخه 2016 نرم افزار استفاده میکنیم. خب یه فعالیت کارگاهی داریم. گفته نرم افزار اکسل را اجرا کرده، شباهت این نرم افزار را با نرم افزار ورد بنویسید. قسمت دومش هم گفته با کمک هنرآموز خود نام بخش‌های مختلف محیط کاری اکسل را در کادر شکل یک بنویسید. خب اول بریم سراغ بخش اول. گفته نرم افزار اکسل را اجرا کرد. اول بریم سراغ اینکه ما نرم افزار اکسل را اجرا بکنیم. با محیط نرم افزار اکسلی آشنایی پیدا بکنیم، بعد بریم اون رو با نرم افزار ورد مقایسه کنیم. برای اجرا کردن نرم افزار اکسل کافیه شما رو دکمه استارت یا رو قسمت سرچ هیچ فرق نداره کلیک بکنید، عبارت اکسل رو تایپ بکنید.
شما با تایپ عبارت اکسل میتونید به نرم افزار اکسل 2016 دسترسی بدید. با یک بار کلیک میتونید اونو اجرا بکنید. زمانی که نرم افزار اکسل رو اجرا میکنید وارد یک همچین بخشی میشین. یه همچین صفحه میشه که داره بخش متفاوتی. این بخش بخش ریسنته، یعنی فایل هایی که شما اخیراً اونا رو باز کردین و باهاشون کار کردین. تو این بخش میتونید اونا رو ببینید و با کلیک کردن میتونید اون فایل ها رو باز کنید. این بخش مربوط میشه به چی؟ Open Other Workbooks. مربوط میشه به باز کردن فایل های اکسل که توی محل دیگه هستن، شما میخواید اون فایل رو باز بکنید و ازش استفاده بکنید. بلانک ورکبوک میاد یک فایل خالی یا خام اکسل رو برامون ایجاد میکنه. این گزینه‌هایی که اینجا میبینید چی هست؟ اینا یه سری الگو یا تمپلیت هستن که نرم افزار اکسل اون رو در اختیار کاربران قرار میده. بتونن ازشون استفاده کنن، ازشون الگو بگیرن. این بخش چیه؟ این گزینه‌هایی که این بالا میبینید. این گزینه‌ها مربوط میشه به دسته‌بندی‌هایی که نرم افزار اکسل در اختیار شما میذاره. به مربوط میشه به همین الگوها. یه سری الگوهایی رو بسته به اون دسته‌بندی ها یا موضوع های خاصی که هستش در اختیار شما میذاره. شما با استفاده از این بخش هم باز میتونید یه سری الگوها رو به صورت آنلاین چیکار بکنید، مورد جستجو قرار بدید. ما تو این بخش میخوایم یک فایل خام یا خالی اکسل رو ایجاد بکنیم یا یک ورکبوک خالی. کافی روی این گزینه کلیک میکنید. وقتی که رو گزینه کلیک کردین یک فایل خام یا خالی اکسل برای شما ایجاد میشه. این فایل داره قسمت‌های مختلفی هستش و شباهت‌هایی با نرم افزارهای دیگه بسته آفیس داره. بریم یه بررسی با هم دیگه بکنیم. این قسمت بالا تو این بخش کلیک بکنید میتونید به کاستماایز کویک اکسس تولبار دسترسی پیدا کنید. این قسمت هم که کویک اکسس تولبارتون هستش، با انتخاب هر کدوم از این گزینه ها میتونید اون ابزار رو به کویک اکسس تولبار اضافه کنید یا اون رو ازش بردارید. برای دسترسی به دستورات بیشتر شما میتونید رو گزینه مور کامنت کلیک بکنید. وارد این قسمت میشین و به ابزارهای بیشتری اینجا میتونید دسترسی پیدا کنید. توی این بخش هم اون دسته‌بندی ابزارها هستش. وارد هر بخشی که بشین میتونید به ابزارهای اون بخش دسترسی پیدا کنید. این گزینه میاد کویک اکسس تولبار رو به این بخش چیکار میکنه؟ منتقلش میکنه. مجددا من باز روی این گزینه کلیک بکنم اونو میتونم بخش بالایی منتقل کنم. توی این بخش هم این سه تا دکمه رو داریم که برای مینیمایز، ریستور یا ماکسیمایز و اینم که مربوط میشه به کلوز برای بستن نرم افزار هستش. این گزینه چیکار میکنه؟ این گزینه داره سه تا بخش هستش. اوتو هاید ریبون، ریبون رو برامون مخفی میکنه. با کلیک رو این قسمت میتونیم ریبون رو بهش دسترسی پیدا بکنیم. و مجددا رو صفحه که کلیک بکنیم ریبون برامون مخفی یا پنهان میشه. گزینه بعدی شو تپس. یعنی فقط تب‌ها رو بهمون اینجا نمایش میده. گزینه بعدی هم که شو تبس اند کامنت که کلاً ریبون رو برامون نمایش میده. این بخشی که شما میبینید بهش میگن ریبون. که ریبون شامل یه سری تب هستش یا حالا زبانه، همونطور که میبینید. هر تب داره یه تعداد گروه، مثلا این گروه گروه کلیپورد هستش، فونت، الائمنت، نامبر، استایل، سلز، ادیتینگ، که هر گروهی شامل ابزارهای خاص هستش. این گزینه هم که جمعینی کادر محاوره ای هستش که شما مربوط میشه به این گروه. من اگر رو این گزینه کلیک بکنم به کادر محاوره یه فونت دسترسی پیدا میکنم و در حقیقت یه سری ابزارهای بیشتری و یه سری تنظیمات بیشتری میتونم دسترسی پیدا بکنم. اگر یه زمانی شما وارد نرم افزار شدید و به این صورت بود تپ‌ها، شما با دابل کلیک میتونید اون رو ثابتش بکنید و یا با یک کلیک هم میتونید اون رو ببینید و از ابزار مورد نظرتون استفاده کنید و مجددا اونا پنهان بشه. ولی برای ثابت موندن کافیه با دابل کلیک روی یکی از تپ‌ها اون رو ثابتش بکنید.
کلید میانبرش هم کنترل و F1 هستش برای نمایش و یا پنهان کردنش. این محیطی که میبینید شامل یه سری سطر و ستون هستش. به هر کدوم از این خونه ها میگن یک سلول. ستون ها با حروف تعیین شدن و ردیف ها هم با شمال یا عدد. توی مخشم که اون شیت خودتون رو میبینید، این گزینه من اضافه کردن شیت جدید هستش. این دوتا هم که نوار پیمایش افقی و عمودی هستن یا اسکرول بار های افقی و عمودی. این سه تا ابزار یا گزینه هم که این پایین میبینید مربوط میشه به حالت های مختلف نمایش تو اکسل. این ابزاری هم که میبینید ابزار زوم هستش برای بزرگ نمایی، حالا کوچیک نمایی هستش. شما با این ابزار میتونید شیت رو، بزرگ نمایش رو تعیین بکنید که به چه میزان باشه. با کلیک رو این گزینه هم میتونید به صورت درصدی یا خودتون به صورت دستی اون رو برایش تعیین بکنید. این بخش نیم باکس هستش. این بخش هم که اون فرمولابار یا نوار فرمول هستش. این هم همون کادر نام هستش. میریم روی این گزینه فایل. این گزینه فایل در حقیقت همون منوی فایل ما هستش. شما به یه سری ابزار اینجا دسترسی پیدا میکنید. این گزینه نیو برای ایجاد فایل جدید، اوپن برای باز کردن، سیو برای ذخیره هستش، سیو از برای ذخیره به یک محل و یا با یک فرمت دیگه هستش، پرینت برای عملیات چاپ، شیر برای عملیات به اشتراک گذاری و کلوز هم برای بستن این ورک بوک هستش. گزینه آپشن هم مربوط میشه به دسترسی به یه سری تنظیمات خود نرم افزار اکسل. خب گفته که نرم افزار اکسل اجرا کرده، شباهتون رو با نرم افزار ورک بنویسید. برای شباهت هاشون میتونیم بگیم که هر دوتا نرم افزار تو قسمت ریبون دارای تب های حالا هوم، اینسرت، پیج لی اوت و ویو هستن. تو تب هوم هم باز خب یه سری ابزارهایی که مربوط میشه به قالب بندی برای نوشته ها توی ورد موجود بود، اینجا هم باز برامون قابل دسترسه. ابزار بزرگ نمایی و کوچیک نمایی رو داریم اینجا که توی ورد هم داشتیم. قسمت دوم گفته با کمک هنرآموز خود نام بخش‌های مختلف محیط کاری اکسل رو کادر شکل یک بنویسید. خب. یک بار گفتم ولی خب باز یه بار دیگه میگم، این گزینه‌ها میگن تب یا حالا اون زبانه که شامل تعداد تب یا زبانه هستش نرم افزار. گفتم نوار فرمول این بخش، کادر نام سلول هستش، ستون ها، سطر و یا حالا سطر ها، این هم که همون کاربر یا شیت خودتون هستش و ابزار بزرگ نمایی و کوچک نمایی و این سه تا ابزار هم که برای نحوه نمایش اون ورکبوک خودتون هست. یه پژوهش داده گفته دو برنامه صفحه گسترده تحت سیستم عامل و دو برنامه صفحه گسترده برخط را بنویسید و با نتیجه پژوهش انجام شده به وسیله همکلاسی خودتون یا مقایسه انجام بده. ببین اگه بخوایم نام دو تا صفحه گسترده که حالا تحت سیستم عامل باشه رو بگیم، میتونیم نرم افزار مثلا کلکو بگیم که از مجموع نرم افزار داری اوپن آفیس، یا نرم افزار جی نیومریک، نرم افزار کی اسپرید که از مجموع نرم افزار داری کی آفیس. اگه بخوایم اونایی که تحت وبن یا حالا برخط هستن رو بگم، میتونیم به گوگل شیتس اشاره کنیم. زوهو شیتس هستش. بریم سراغ مفاهیم پایه تو نرم افزار اکسل. اولین مفهوم مفهوم سلول یا سل هستش. گفته از برخورد هر سطر و ستون در یک کاربرد یک سلول ایجاد میشه. سلول ها محل درج داده ها و اطلاعات هست. سلولی که بر روی آن کلیک شده یا با استفاده از کلیدهای جهتی صفحه کلید انتخاب شده است سلول فعال نامیده میشه. خب ببینید بچه ها، من
هر سلولی رو اگه اینجا الان انتخاب بکنم، این سلول میشه سلول فعال من، یا با اروکیا یا کلیدهای جهت نما تو صفحه کیبورد که دارم حرکت میکنم به سمت بالا پایین یا چپ و راست، روی هر سلولی که قرار بگیرم اون سلول میشه سلول فعال من، که سطر رو باز بخوام سطر رو یا ردیف و ستون برای من مشخص میکنه که من الان تو کدوم خونه هستم، و اون خونه ایرم که الان کلیک کردم و داخلش قرار گرفتم یه کادر پررنگتری رو براش مشخص میکنه، نشون میده که این الان سلول سلولیه که شما داخلش قرار گرفتیم و سلول فعاله. سطر رو هر کاربرگ از تعداد ردیف افقی تشکیل شده که به آنها سطر میگن، هر سطر هم با یه شماره مشخص میشه. همونطور که اولش گفتم سطر ها تو اکسل با شماره مشخص شده به این صورت. ستون کالم، هر کاربرگ از تعدادی ستون تشکیل شده. 26 ستون اول تو اکسل با حروف لاتین A تا Z. بقیه ستون ها به تعریف دابل A تا XFD نامگذاری شده. ستون ها رو هم که همینطوری که الان گفتیم با حروف براتون مشخص کرد. کاربرگ ورکشیت، تو هر کارپوشه یعنی تو هر فایل اکسل یک یا تعدادی صفحه وجود داره که به اون کاربرگ گفته میشه. یه پرونده اکسل شامل حداقل یک کاربرگه. یعنی زمانی که شما فایل اکسل رو ایجاد میکنید اون فایل خام شامل یک شیت یا یک کاربرگ. کارپوشه ورکبوک، در محیط اکسل هر پرونده صفحه گسترده یا حالا هر فایل صفحه گسترده یک کارپوشه نام داره. هر کارپوشه از چندین کاربرگ یا صفحه کاری تشکیل شده. شما زمانی که فایل اکسل رو ایجاد میکنید شما میتونید از یک یا بیشتر از یک چی داشته باشین، کاربرگ داشته باشین. پس به هر فایل اکسل یا حالا هر پرونده اکسل میگیم ورکبوک. به هر صفحه‌ای که توی فایل اکسل ایجاد میشه میگیم یک ورکشیت یا حالا کاربر. فعالیت کارگاهی ورد، گفته در یک صفحه نرم افزار سطح و ستون رو تعیین کنید. خب سطح و ستون رو که ما توضیح داریم، تعداد سطرهای هر کاربرگ چند تاست؟ تعداد سطرها این عددیه که اینجا الان براتون می‌نویسم. یا اجازه بدین نو اصلا کلان کنم. ما این تعداد سطر تو هر کاربرگ داریم، یا میتونیم بگیم 2 به توان 20 تا سطر داریم. گفته نام خودتون رو تو این سلول وارد بکن. ما چجوری به این سلوله میتونیم دسترسی پیدا بکنیم؟ کافیه بیایم تو این قسمت نیم باکس نام سلول خودمون رو تایپ بکنیم، با اینتر به اون سلول منتقل میشه به همین راحتی. زمانی هم که رو سلول قرار گرفتیم میتونیم نام خودمون رو اینجا تایپ بکنیم به این صورت. من اینو پاک میکنم. گفته آدرس سلول، هر سلول با توجه به اینکه از برخورد کدام سطر و ستون به وجود اومده همونطور که شکل می‌بینید دارای آدرسیه و با اونم شناسایی میشه.
آدرس اکسل در ترکیب نام ستون و سپس شماره سطر اون تشکیل شد. اومده مثال داده گفته سلول B3 محل برخورد دومین ستون و سطر سومه. گفته آدرس سلولم تو کادر نام یا همون نیم باکس مشخص میشه. یعنی این کادره. یعنی همین کاری که من انجام دادم برای اینکه به اون آدرس دسترسی پیدا بکنم. توی هر سلولی هم که قرار بگیرین آدرس اون سلول تو این بخش براتون نمایش داده میشه. کنجکاوی گفته آیا نوشتن نام سلول به صورت حروف بزرگ یا کوچیک تو کادر نام تو این کادر تفاوتی داره؟ خیر. اکسل به حروف کوچیک و بزرگ تو این کادر حساسیتی نداره.